بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان و با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شما دوستان نهایت عزیز و ارجمند و ادامه جلسات پیش که ما در رابطه حالا با در واقع رنگ‌ها و تأثیر رنگ‌ها صحبت کردیم و نقش رنگ‌ها در قالب وبسایت صحبت کردیم. وقتی که شما یک قالب وبسایت طراحی می‌کنین، در پهلوی ویژگی‌های دیگرش رنگ مناسب هم باید داشته باشه و رنگ و تأثیر رنگ بسیار مهم است در کار برای یوزر و استفاده کنندگان. و ادامه جلسه پیش ما در این جلسه می‌خوایم تأثیر رنگ‌ها در کسب و کار آنلاین را مورد بررسی و ارزیابی قرار بدیم. پس بنابراین وقتی که شما یک وبسایت طراحی میکنین برای کسب کارتان، این وبسایت تأثیر رنگهای این وبسایت در مخاطب فوق العاده تأثیر زیادی دارد و شما به عنوان یک مدیر و به عنوان یک مدیری که یک کسب و کار را انداختین و میخواین که کسب و کار شما هم آنلاین باشد، برای این کسب و کارتان لازم و ملزم هست که یک وبسایت طراحی کنین و وبسایتی که شما طراحی میکنین مخاطب، یوزر و کاربر استفاده کننده با چه ارتباط دارد؟ مسلما با قالب وبسایت شما در ارتباط هست. به طور مثال وقتی که شما یک دوکان دارین که کفش میفروشین، میخواین که کسب و کار آنلاین به صورت آنلاین هم این کفش ها را به فروش برسانین، برای این که به فروش برسانین نیاز به چی دارین؟ نیاز به یک وبسایت دارین که تبلیغات کنین و از طریق این وبسایت کفش هایتان را به فروش برسانین. در وهله اول لازم هست که یک قالب یا یک سایت برای این در واقع کسب و کارتان راه اندازه کنین. وقتی که کسب و کارتان حالا رونق گرفت، مسلماً این تأثیرش میتواند چی باشد؟ میتواند که استفاده از یک قالب زیبا میتواند که باشد و این قالب زیبا متأثر از چی میتواند باشد؟ در پهلوی ویژگی های دیگرش که حالا این جلسه ما تأثیرش رنگ ها رو میخوایم صحبت کنیم، رنگ ها خواهد بود. پس در جذب کردن مخاطب، در جذب کردن مشتری، در جذب کردن استفاده کنندگان و یوزرها و کاربران، رنگها برای کسب کارتان فوق العاده تأثیر فراوان خواهند داشت. پس بنابراین رنگها تأثیر زیاد دارند. برای چی؟ برای جذب کردن مشتریها در کسب کارتان، در کسب کار آنلاینتان. وقتی که شما یک کسب و کار رو می اندازین، نیاز هست که یک وبسایت طراحی کنین و این وبسایت در واقع باید تزیین شده با رنگهای زیبا باشد، با رنگهایی که مناسبه در واقع محتویاتی هستن که به کاربر عرضه می کنین. پس تأثیر رنگها رو در جذب مخاطب شما از یادتان نره. شما می دانین که فیسبوک از چی رنگ استفاده می کند، توییتر از چی رنگ استفاده می کند، آیمو، واتساپ، تلگرام از یک رنگ مخصوص استفاده می کنند که حالا ما در ادامه در رابطه با این موضوعات با شما بیشتر صحبت می کنیم. مسلما این رنگ هایی که فیسبوک انتخاب کرده، این رنگی که آیمو، توییتر، اینستاگرام انتخاب کرده، علیکی انتخاب نکردن. اینا یک تیم روانشناس در واقع جمع شدن، یک رنگ را حالا به رئیس شرکت در واقع واتساپ، هر چیزی که حالا شما در نظر میگیرین، پیشنهاد دادن که اینا تأثیر زیاد بالای مخاطب و جذب مخاطب داشته باشن. حالا همین رنگی که فیسبوک که شما میبینین آبی هست، این بر حسب اتفاق انتخابش نکردن، بر اساس روانشناسانه انتخاب کردن که چگونه تأثیر در مشتری ها، در کاربرها، کاسومرها و مخاطبان ما ایجاد کنیم تا که از
خودشان را راحت احساس کنند وقتی که از اپلیکیشن فیسبوک استفاده می کنند، خودشان را راحت احساس کنند وقتی که از تلگرام استفاده می کنند، از واتساپ استفاده می کنند و چشمشان خسته نشد. به طور مثال وقتی که شما از فیسبوک استفاده می کنید یک ساعت دو ساعت پشت سر هم، حالا چینشی رنگش به گونه هست که شاید چشم شما خسته نشه. حالا به طور مثال میگم، شاید بعضی ها خسته بشن، ولی به گونه بیا در واقع رنگ ها را چینش کردن در پهلوی هم که در واقع کمترین تأثیر خسته کننده رو در کاربر ایجاد کنن، یعنی بیشترین تأثیر که خسته نشن و احساس راحتی کنن در اپلیکیشن های خودشان استفاده کردن. پس بنابراین وقتی که شما یک کسب و کار را می اندازین، برای جذب مشتری تأثیر رنگ ها را در جذب مشتری فراموش نکنین، چون که تأثیر فوق العاده زیاد خواهد داشت که ما الان خدمت شما عزیزان میگیم که چگونه تأثیر زیاد خواهند داشت. پس میگه اهمیت تأثیر رنگ ها بر بیننده چه؟ میگه چیزی است که طراحان از آن غافل نمیشوند. شما به عنوان یک کسی که کسب و کار راه می اندازین، یا یک کسی که کسب و کار را انداخته و میاد پیش شما که یک وبسایت، یک قالب سایت براش طراحی و دیزاین کنین، مسلماً که اهمیت و تأثیر رنگ‌ها را از یادتان نباید ببرین، چون که رنگ‌ها تأثیر فراوان خواهند داشت و شما به عنوان یک طراح باید تأثیر رنگ‌ها را در جذب مخاطب بدانین. و در طراحی سایت و اپلیکیشن میگه تأثیر رنگ‌ها بسیار بسیار مهم هست که مثال‌های روزمره و عام‌فهم خدمت شما عزیزان من ارائه کردم. حالا بر اساس تحقیقاتی که صورت گرفته میگه انتخاب رنگ مناسب برای وبسایت میگه حدود 70% در جذب بازدید کنندگان و تبدیل آنها به خریدار میگه مؤثر هست. طبق بررسی‌هایی که شده، طبق در واقع نظرسنجی‌های شده، معمولا میگه رنگ‌ها تقریبا 70% بالای مخاطبان تأثیر زیاد دارن و کاربران را مجاب می‌سازند که از سایت شما استفاده کنند و آنها را مجاب می‌سازه که از سایت شما خریداری کنند، برای اینکه شما در واقع اهمیت و ارزش و تأثیر رنگ‌ها را در جذب مخاطب درک کردین و فهمیدین. پس میگه تعریف یک رنگ مشخص، واضح و روشن برای کاری که انجام میدهد چه هست؟ با نظم، حفظ و یک پارچگی بخش های مختلف کمک میکند و در زمینه های مانند حالا رسانه های اجتماعی یا سوشال میدیا نیز کنترل اوزار برای ما و شما چیکار میکند؟ راحت تر میکند. پس بنابراین شما با تأثیر رنگ ها باید تأثیر رنگ ها را جدی بگیرین و برای ما و شما و برای کسایی که میخوان طراحی کنن و دیزاین کنن قالب وبسایت ها را چی دارد؟ تأثیر فوق العاده زیاد خواهد داشت. پس میگه رنگ های استفاده شده، حالا ما مثال میزنیم و نظر به کارتون، مسلما از فیسبوک در فیسبوک یک رنگ استفاده شده، در اینستاگرام، در واتساپ، در آیمون یک رنگ دیگه استفاده شده. همه‌شان از یک رنگ استفاده نکردن به خاطر اینکه حالا سیاست‌هایشان، محیط کارشان، نیتشان با همدیگر متفاوت هست. پس بنابراین برای همین هم میگه رنگ‌های استفاده شده در پارک که حالا بچه‌ها در پارک میرن بازی می‌کنن، این باید چی باشد؟ گرم و نشاط‌آور باشد تا که خوششان بیاید، شما برین دلتان باز بشه، نه اینکه دلتان گرفته بشه. معمولا در پارک هایی که بچه ها بازی میکنن باید از رنگ های شوخ، نشاط‌آور، خوشحال کننده استفاده کنن و از حالا همچنین در رستوران ها که خانواده ها میرن در هتل ها و رستوران ها برای خوردن و میل کردن غذا، در آنجا هم باید از رنگ های نشاط آور، رنگ های خوشحال کننده، رنگ های امید دهنده، امید به زندگی استفاده کنند. پس میگه در حالی که
در شفاخانه ها و کتابخانه ها معمولا از چی استفاده میشه؟ از رنگ های مانند سبز و آبی برای آرامش و رضایت خاطر استفاده میکنن. پس ببینید حالا اینجا ما پارک به شما مثال زدیم و رستوران و همچنین شفاخانه و کتابخانه. وقتی که ما پارک یا رستوران میریم با خانواده های ما، معمولا اینجا از چه رنگ های استفاده میکنن؟ از رنگ های گرم و نشاط‌آور و خوشحال کننده استفاده میکنن. ولی وقتی که در شفاخانه یا کتابخانه ما میریم یا باید کار بشه، اینجا باید از رنگ هایی که آرامش بخش باشد و حواس شما وقتی که شما کتاب میخوانیم باید محیط آرام بخش باشد، شما خودتون احساس راحتی کنین. یا در شفاخانه خواب هستین، باید محیط آرام باشد، رضایت بخش باشد، سر و صدا نباید باشد. پس بنابراین میگه که در کتابخانه ها از چی استفاده میکنه؟ از مانند مثلا رنگ سبز و آبی. برای چی؟ برای آرامش و رضایت خاطر استفاده میکنن. پس حالا میگه حتما با مکدونالد شما آشنایی داری. میگه مکدونالد که یکی از چی هست؟ بزرگترین رستوران های زنجیره در دنیاست. که این رستوران از چی استفاده میکند؟ از رنگ زرد و سرخ برای در واقع محرک و اشتها آور برای افراد چیکار میکند؟ استفاده میکند. وقتی که شما در رستوران میرین باید از رنگ های استفاده بشه که چه بشه؟ اشتهای شما رو باز کند. همچنین مثلا حالا در سایت هایی که شما میتوانید کار انجام بدین. حالا ما تأثیر رنگ ها رو میخوایم خدمت شما بگیم. پس هیجان نوجوانان و جوانان باشد. میگه که همین شرکت حالا رستوران مکدونالد میگه از رنگ های زرد و سرخ استفاده میکند تا محرک اشتهای چی باشد؟ افراد به ویژه هیجان نوجوانان و جوانان باشد. میگه حالا طبق آماری که گرفته شده است، حدود 50% از مشتریان مکدونالد در آمریکا افراد بین 18 تا 29 سال هستند. پس بنابراین شما باید محصولی که میخواییم به کار به نمایش بگذارین نظر به محتویاتتان، میگه رنگتان را چکار کنین؟ تغییر به وجود بیارین. یا با طور مثال این موضوع در کسب کارها آنلاین هم نیز چی هست؟ رواج پیدا کرده و طراحان رابط کاربری و گرافیس ها و طراح گرافیک ها میگه چی هست؟ به مفهوم رنگ ها پی بردن، به ارزش رنگ ها پی بردن و فهمیدن که رنگ ها چه تأثیر زیادی خواهند داشت. به عنوان مثال بسیار از کسب کارهای آنلاین مانند مثلا توییتر، فیسبوک از چی استفاده میکنن؟ از رنگ آبی برای جلب اعتماد بیشتر استفاده میکنن. رنگ آبی میگه اعتماد رو بیشتر میکند. همچنین رنگ صورتی و بنفش میگه در اپلیکیشن مانند اینستاگرام بیشتر به هدف تقویت خلاقیت افراد استفاده میشه. وقتی که ما صحبت از خلاقیت میکنیم میگه رنگ بنفش و صورتی این کار بهتر و تأثیرش بیشتر هست. حالا طبق یک آماری که گرفته شده است در سال 2018 میگه روزانه حدود 60 میلیون عکس در اپلیکیشن آپلود میشه در اپلیکیشن اینستاگرام، که همین امر چی هست؟ توسعه دهندگان آن را ترغیب میکند، تشویق میکند به افزودن فیلترهای رنگی مختلف در ورژنهای مختلفشان. پس بنابراین در این جلسه ما تأثیر رنگها را در کسب کار آنلاین خدمت شما عزیزان صحبت کردیم، بحث کردیم و گفتیم که رنگها چه تأثیر زیادی در واقع کسب کار ما خواهند داشت و ما نظر به در واقع محصولات ما، نظر به حیطه کاری ما باید رنگ ما را مطابق با کاری که ما داریم انجام بدیم و تأثیرش را بالای مخاطبان ما ایجاد کنیم. این بود جلسه امروز ما و شما در مورد تأثیر رنگها در کسب و کارهای آنلاین. امیدوار هستم که مطالب گفتیم مطالب مفید برای شما عزیزان باشند. شاد و موفق و پیروز و کامگار باشید. روز بر همه شما خوش. خدا حافظ و ناصرتان.